آقا این هوش مصنوعی هم داره خطرناک میشه ها، به خدا. مثلا فکر کن تو میگی به هوش مصنوعی، میگی که آقای هوش مصنوعی، بعد اون میگه بله سرورم بفرمایید، بعد تو بهش میگی که یه دونه نقاشی واسه من بکش از درخت چنار میدون تجریش در سبک سورئالیسم یا در سبک مثلا کوبیسم، بعد هوش مصنوعی میگه که بله سرورم همین الان براتون میکشم. خیلی به حالا این ویدیو رو تا آخر نگاه بکنید و تا آخر عمرتون بنده رو دعا بکنید. آقا سلام علیکم، حالتون چطوره بچه ها؟ شان هستم، با یک ویدیوی دیگه اومدم سراغتون تا بهتون یاد بدم که اگر که چنانچه مثل بنده نقاشی بلد نیستید بکشید، خطاطی بلد نیستید بکنید، انیمیشن بلد نیستید، دیگه خدمت عرض کنم که اصلا هیچی بلد نیستی، هیچی اصلا بلد نیستی، چجوری از NFT پول در بیاری، چجوری NFT درست بکنه و چجوری NFT بفروشی. در مورد NFT دو تا ویدیوی قبل رو ببینین، ویدیوی قبل این پلیلیست هم ببینین، دستتون بیاد. حالا میخوام بگم که چی رو اصلا بفروشی، چجوری وقتی که چیزی بلد نیستی توکن NFT تولید بکنی با استفاده از هوش مصنوعی AI. AI مخفف چیه؟ Artificial Intelligence، یعنی هوش مصنوعی. بچه ببینین هوش مصنوعی چیکار میکنه واسه ما؟ یه سری الگوریتمای ریاضی داره، یه سری الگوریتمای مخصوص خودشو داره که اصلا در فیلد کاری ما نیست که بدونیم، ولی میاد تصاویر رو رندوم واسه ما جنریت میکنه و تصویری که به ما میده با تصویری که دفعه بعد جنریت میکنیم و 100 سال دیگه هم در آینده هم جنریت بکنیم فرق میکنه، یعنی هیچ تصویر عین همی به ما نمیده. یک سایت الان میخوام بهتون نشون بدم، آدرس لینکش رو توی دیسکریپشن پایین این ویدیو میذارم، بریم ببینیم چجوری با این سایت NFT بسازیم بعدش هم بفروشیم دیگه. از اون راحت تر چی میخوایی دیگه، اذیت نشوی بخ. بچه برین توی مرورگرتون این سایت رو سرچ کنین، wombo.art wombo.art سرچ میکنیم، وارد یه همچین صفحه میشیم. اپلیکیشن برای آیفون داره، اپلیکیشن برای اندروید هم داره و از طریق وبسایت هم میتونین کارو بکنین. خب از طریق وبسایت قطعا خیلی بهتره اگر که این کارو بکنیم. اگر آیدی و پسورد خواست بسازین، به ما یک همچین تصاویری در نهایت میده. نگاه کنیم بچه، اینا داره رندوم داره این تصویرها رو میسازه. خب حالا چیکار میکنیم؟ میم اینجا توی قسمت استارت کریتینگ استارت رو میزنیم و میایم توی این صفحه. خب حالا میگه که چی میخوای بسازی؟ این قول چراغ جادوه که میگفتش که بله سرورم همین الان میکشم تقدیمتون میکنم، شما ببر بفروش، حالشو ببر. ما باید یه چیزی بهش بدیم دیگه، خب ذهن ما رو که نمیخونه که. میایم میگیم که مثلا واسه من بکش روز قرمز، روز قرمز، Red Roses، تا 100 کلمه میتونیم بهش بدین. حالا میگه که آرت استایلت میخوای چجوری باشه. اینا نگاه کنیم بچه ها، اینا استایلای مختلفه، طبق این استایلا باستون درست میکنه. خیلی تنوع زیادی هم داره، مثلا فانتزی آرت، وایبرانت، HD، مثلا میستیکال، یا حالا مثلا مدل های دیگه. خب لاف، دست، بعد دیگه سورئال، حالا مثلا بگیم سورئال، مثلا رباتی، این رباتی خیلی باحاله، بزنیم رباتی. خب حالا میتونی یه عکس هم خودت بدی بهش، نمیشه آپشنال، نوشته اینپوت ایمیج آپشنال، یعنی میتونی یک عکس به عنوان ریفرنس بدیم. حالا یه دونه بذاریم بدون ریفرنس واسه ما درست بکنه، بدونی که بهمون خودمون بهش عکس بدیم، بذار ببینیم چی واسه ما در میاره. خب اینا رو میزنیم و اینجا کرییت رو میفشاریم. خب این دیگه الان داره کریتینگ میکنه دیگه. هوش مصنوعی دیگه، داره فکر میکنه الان، داره نقاشی میکشه دیگه. توقع نداشته باشین همون موقع بهمون بده که. خب بچه اینو ساخت باسمون نگاه کنین، خیلی هم خوشگله، خیلی هم خوشگله. حالا میتونین همینو سیف بکنین، اینجا سیف رو میزنید، یه اسم واسش لازم نیست اسم بذارید، اگر که میخواین NFT بکنی اینو سیوش میکنی و میرین توی فتوشاپ
این رو باز میکنین بچه ها، نیا کنین اینو باز میکنین، کراپش میکنین، از اینجا رو میبریم کراپ میکنیم و میتونیم حتی چند تا از اینا رو با هم دیگه توی فتوشاپ میکس بکنیم و تبدیلش بکنیم به یه دونه کار. خیلی هم جذاب میشه مثلا وقتی که کراپش بکنی یه همچین چیزی بیاد. خیلی خوب، حالا میام یکی دیگه بهش میگم درست بکنه به اسم مثلا بلو مون، ماه آبی در همین ربات. بچه خیلی استایل های مختلف داره، هر همشون هم خوشگلن، همشون هم قشنگن، دیگه به سلیقه خودتون باید دونه دونه امتحان بکنید. منتها دیگه اگه میخواین مثلا 4 تا 5 تا توکن درست بکنین، ببین بچه داره نگاه کن، نگاه کن داره یواش یواش میسازه. بساز بساز، حالا مثلا یه همچین ماهی واسه ما ساخت، دمتم گرم. خوشتون هم نیمد اینجا میتونید بزنید generate again، دوباره واسه تون میسازه. این هاش هم میگفتم اگه میخواین کالکشن درست بکنی مثلا 10 تا پیس 15 تا پیس مثلا بذارین توی آبجکت و اینو بفروشین، دیگه شل قلم کار نکنین هر کدوم یه استایل درست کنین، سعی کنین مثلا یه کالکشن درست بکنین همش از نظر رنگ بندی، از نظر اون استایلی که داره عین هم باشه، توی سبک همدیگه باشه. این خودش اتوماتیک اون تفاوت رو درست میکنه. خب حالا مثلا یه همچین چیزی واسه ما درست کرد، میتونیم اینو تغییرش بدیم. خب اینم دوباره سیوش میکنیم، میبریم تو فتوشاپ، 4 تا چیز بهش اضافه میکنیم، 4 تا چیز کم میکنیم و بقیه داستانا. خب حالا بیایم یه عکس هم بهش بدیم به عنوان مثلا اینپوت ایمیج. میایم اینجا مثلا میزنیم خودش اینجا بچه یه سری پیشفرض گذاشته. ببینین اسمایی که میدین سعی کنین که اسمای مرتبط باشه، مثلا بگین که مثلا مردی در پیاده رو، یا مثلا کشتی در اقیانوس، یا اینکه مثلا چه میدونم گلهای قرمز در کوهستان. یعنی اینجوری باشه کلمه هایی که بهش میدین، کلمه کلمه یه بی ربط نباشه. خب چون این باید یه تحلیلی بکنه دیگه خیر سرش. خب مثلا نگین کفش اقیانوس مثلا منار جنبون اصفهان، این هوش مصنوعی قاطی میکنه. یه جمله با ربطی بهش بده. خب حالا الان مثلا خودش گذاشته اینجا مثلا never ending flowers. خب اینو میزنیم، میایم در دستگاه شور، میایم روی بکلایت، این بکلایت بزنیم روی این، میزنیم روی این، نه آخه همش قشنگه، من واقعا نمیتونم انتخاب کنم. حالا روی این میزنیم. خب حالا یه عکس هم بهش میدیم، من این عکس خودم رو بهش میدم، اصلا عکس خودم رو دادم بهش، اینو کراپش میکنیم توی همون 16:9 که هست و میگه که اینجا بهمون گفته که چقدر میخوای از این عکس افکت داشته باشه توی اون، بگیم خیلی زیاد، نرمال یا ضعیف. ما میگیم ضعیف. خب میگه که عکستون افکت کمتری داره توی فاینال ریزالت. خب اسمم گذاشتیم، استایلم انتخاب کردیم، کریت رو میزنیم، بساز ببینم چی میسازی. چه باحال، گلای قرمز و بعد مثلا این یه حالت این نیمروخ منه مثلا، بعد یه سری چیز میزم اضافه کرده بهش و خیلی با نمک شد. من اینو سیف کنم، حالا میخوام یه بار بزنم رو نرمال ببینم که روی نرمال چجوری اینو درست میکنه. یه بار بک بزنم، اینم بذارم، این دفعه بیام اینو بذارم روی نرمال. رو چی بود؟ روی کدوم؟ آها روی این، روی این بود. این داره NFT رو واسه ما جنریت میکنه، ما میبریم میذاریم توی پلتفرما میفروشیم، پول در میاریم دیگه. از این راحت تر چی میخوای؟ آخه گیسای منو
گل سر بسته بهش. بچه این شد نتیجه نهایی. بزو بزرگش کنیم ببینیم چیه. اینه. چه قشنگ شد. اینم شد نتیجه بچه. حالا جالب اینه که همینطوری بزنین generate again هی یه چیز دیگه میسازه که با قبلی فرق داره، یعنی مشابهشو نه شما داری نه کسی دیگه قبلا ساخته. الان من همینو یه generate again بزنم ببینم این دفعه چه شکلی میشه. خب اینم یه مدل دیگه دوباره واسه من generate کرد. خب با همون flowers عکسی که من بهش داده بودم، سبک سورئالی که ازش خواسته بودیم، نتیجه شد چی؟ این شد نتیجه. اون یکی چی بود؟ اونم این بود. بیمور این. ببینیم بچه ها این دوتا با هم فرق دارن. این گلا رو آورده این ور گذاشته، اینجا پرتره، اینجا رو قفس سینه یه چیزیه گذاشته. خیلی باحاله، بشینین باهاش مشغول بشین، سر کله بزنین، خیلی تصویرهای باحالی میتونین درست بکنین و جنریت بکنین، حتی درست کنین جنریت بکنین. خب و میتونین اینا رو کراپ بکنین و کپی رایت هم نداره بچه‌ها، یعنی لزومی نداره که این آدرس سایت و فلان اینا رو هم بنویسین، هیچ ایرادی نداره. میتونین اینجوری کراپ بکنین در فتوشاپ، چند تا رو میتونین با هم دیگه خلاقیت یه ذره به خرج بدین، چند تا رو با هم دیگه عکس رو میکس بکنین، میتونین نه اصلا همطور تکی بذارین. به نظر من مناسبه واسه این که بخواین توی تزوس با اینجور کارا شروع بکنین، تصویرهای خوشگل بسازین. توی تزوس به نظر من مارکت خوبی داره اینجور کار جنراتیو آرت، خیلی هم قشنگ. شما فقط زحمت فکر کردن اون اسم و اینا رو میکشین. خب بچه امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کرده باشه، دوست داشته باشین، چیزی ازش یاد گرفته باشین. ویدیوی قبل رو حتما ببینید بچه. اینا سریای جدید NFT، دنیای NFT هم همش در حال آپدیت شدنه. اگه ویدیو رو دوست داشتین واسه دوستاتونم بفرستین که اونام یاد بگیرن، اونام برن کسب درآمد بکنن. انقدر بزرگ دنیای NFT که هیچ کس جای هیچ کسو اینجا نمیتونه بگیره، واسه همه جا هست. کانال رو اگه سابسکرایب نکردین الان سابسکرایب بکنید. تنها کاری که شما واسه من میتونین بکنین اینه که ویدیو رو لایک بکنین. کار سختی هم نیست، اینو میگیرین یا اینجوری میکنین لایک میشه دیگه. بزن لایک و خوب دیگه، کاری نداره که این هم من دارم زحمت میکشم زیر این نورا و اینا پدرم در میاد. خب لایک بکنین، سابسکرایب اگر نکردید سابسکرایب بکنید. ویدیوی قبلی رو هم بچه‌ها ببینید، خیلی در مورد NFT صحبت کردیم. و اینکه اگر که دوست داشتید جوین کانال تلگرام ما هم بشین، اونجا بچه‌ها هستن با هم دیگه گپ میزنن، کمک میکنن، کارهای همدیگه رو با هم دیگه تماشا میکنن اینا. آدرسش اینجا الان واسهتون میذارم کانال تلگرام رو. و تا ویدیوی بعدی دمتون گرم. این ویدیویی هم که الان اینجا میاد رو حتما نگاه بکنید. دمتون گرم که گفتم، ویدیو رو گفتم، همین دیگه. دوست به کلاتون، خدافظ.